Okay. All right. سلام به شما بیننده های خوبه شبکه تیوی پلاس. اینجا پردیس سینمای کوروش، اکران فیلم خانه‌ای در خیابان 41. شور برام بگین که چه تجربه‌ای رو به دست آوردین با بازی در فیلم خانی در خیابان 41. تجربه‌ای که برای خود من خیلی ارزشمنده. در گذشته خب همه ماها، همه هنرمندان خیلی فعالیت داشتن در ارتباط با قضیه قصاص، یعنی مراسم گلریزان که همیشه برگزار می‌شد. همه ماها تلاش می‌کردیم که خانواده مقتول رضایت بگیریم، یعنی یه جوری طلب داشتیم این رضایت رو. ولی من الان بعد از این فیلم فهمیدم که اصلاً طلبی وجود نداره. برای یک لحظه باید خودمون رو در جایگاه خانواده مقتول قرار بدیم و متوجه بشیم که اونها چه درد عمیقی رو دارن که بعد حالا در کنار اون یک بار دیگه روی شونه‌شونه که یا باید قصاص کنن یا ببخشن. الان من فکر میکنم که چیزی که باعث شده من در این فیلم بازی کنم، اول این موضوع بود که بسیار ارزشمنده، و بعد از این فیلم متوجه شدم که من باید خواهش کنم و بخوام که خانواده مقتول گذشت کنه. اما این رو هم متوجه شدم که این مسئولیت بسیار سنگینه. ای کاش بتونیم راهی پیدا کنیم که این بار رو از روی شونه خانواده های مقتول برداریم. من اول بگم که خب بازیگرای حرفه‌ای خوبی تو این فیلم حضور داشتن، به این جمله خانم افشار بود. من یادمه که اولین روزی که خانم افشار اومد دفتر و فیلمنامه رو خونده بود، یه جمله خیلی زیبایی به من گفت که همیشه تو ذهنم مونده. تازه بچه دار شده بود و خب تو این فیلم هم قرار بود که یک فرزند داشته باشه، پسر. گفتش که من الان تازه متوجه میشم که چجوری بازی کنم یک نقشی که در واقع فرزند داره، و این برای من خیلی مهم بود که خب الان درک خیلی خوبی نسبت به این نقش داره. خیلی حرفه‌ای، خیلی خوب، با اینکه یک فرزند کوچیک داشت ساعت ها میومد تر تمرین، ما تمرینای خیلی زیادی داشتیم، و همچنین زمان فیلم برداری خیلی خیلی دوستانه، همه چی با مشورت هایی که با بازیگرا من جمله خانم افشار داشتم خیلی کار با خوبی جلو می رفت. البته همه بازیگرها خیلی خوب بودن، من جمله آقای علی مصفا، خانم سارا بهرامی، خانم رضوی، آقای کمالی و بچه های کوچیکی که در کنار من بودن و این کار رو جلو بردن، از همهشون سپاسگزارم. مهناز افشار. خمالی جمع کنی بری پیشمون؟ بری لباساشو میبری؟ علی مصفا. کاش شوهر میکردم خودم خلاص میکردم. سهیلا رضوی. اومدم پسرمو تحویل بدم. سارا بهرامی. بعد میگی فروغ چطور؟ یه زن تنها با یه پسر بود. آرش مجدی. دیگه اومده چهار تا پاشم داره مرتضا زنده میشه؟ با حضور علیرضا کمالی. یه چهار قد داری خیلی هم به مردم ندارم چهار تو کمی از خواهی. کارگردان حمید رضا قربانی. فیلم نهنگ انبر دو و گیلدا وارد جشنواره نشد، چرا؟ عادی نیست برای شما؟ برای ماها که دیگه عادی شده. یک سری فیلم ها وارد جشنواره میشه، یک سری فیلم ها متاسفانه خیر، این هم فقط مال امسال نیست، سالها همیشه در سالیان گذشته که خیلی بیشتر بوده و ما تو این سالها فکر میکردیم کمی بهتر خواهد شد، سلیقه ها یک کمی تعدیل پیدا خواهد کرد، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد. و من در ارتباط با فیلم گیلدا به خصوص میتونم اینو بگم، این فیلم واقعا ارزش دیده شدن زحمات همه فیلم رو، همه عوامل این فیلم رو داشت. نه گیلدا، خیلی از فیلم های دیگه بزرگان سینما وارد جشنواره نشده، و من راستش بخواین دیگه
برام عادی شده و در نهایت مردم در اکران پاسخ این زحمات رو میدن و لزوما فقط جشنواره نیست. دیروز آقای عباس جدیدی اظهاراتی رو بیان کردن و باعث ناراحتی اعضایی از هنرمندان شدن، مخصوصا شما، و واکنش نشون دادین. میشه بیشتر توضیح بدین؟ نمیدونم، این شاخ بز کار من نیست واقعا، چون من نمیدونم، متاسفانه یک سری از هم هنرمندان هم ورزشکاران یه وقتا با فعالیت‌هاشون ممکنه تمام اون تصاویری که ماها تو ذهنمون داریم از بین ببرن. آقای جدیدی متاسفانه دارن اشتباه میکنن، چون این فضا رو تبدیل کردن به میدان جنگ. اصلا این گونه نیست. نه من، همه شما به عنوان یک شهروند حق دارین که اظهار نظر بکنی و اعتراض بکنی و نقد کنین. و این صحبت آقای جدید به نظر من فقط میشه گفت جوک سال بود. من فقط تو یه جمله میگم، یعنی زیاد نمیخوام، چون هنرمندا، خانه سینما، کانون بازیگران همه بیانیه دادن و حرف ما رو زدن. فقط میگم که خدا رحمت کنه پوریای ولی و تختی رو. شما در حادثه ساختمان پلاسکو شورای شهر مقصر بود، شهرداری یا مردم؟ و وقتی که شما اون فیلم سقوط ساختمان پلاسکو رو دیدین چه حس و حالی بهتون دست داد؟ حس و حالش فکر میکنم شبیه به همه ی آدم هایی بود که بسیار بسیار غصه خوردن. من در جواب سوال اول شما در ارتباط با این موضوع میتونم بگم آتش نشانان ما قربانی شدن. خیلی دردناک بود، خیلی اذیت شدم، مخصوصا امروز که داشتم تلویزیون رو می‌دیدم و این تصاویر شهدایی که از زیر آوار در می‌آوردن خیلی حزن‌انگیز بود. و این تلاشی که الان دارن می‌کنن آتش نشان‌ها برای اینکه همکارای خودشون رو در بیارن، برای من دردناک‌تر بود. خیلی صحنه‌های عجیبی بود. امیدوارم که هیچ موقع این اتفاقاتی این مملکت ما نیفته. شما در سفری که در آلمان بودین، آقای اصغر فرهادی به تماشای فیلم خانی در خیابان 41 نشستن و از این فیلم حمایت کردن. چه حس و حالی داشتین وقتی که ایشون به تماشای فیلم شما نشستن؟ اولا که خیلی باعث افتخاره، به حال آقای حمید قربانی نازنین دستیار ایشون بودن. خیلی خوشحالم که از زاویه دید ایشون به قول معروف شاگرد و استادی خیلی خوب نتیجه داده و آقای فرهادی راضی بودن. و من هم در گذشتم گفتم به نظر من خانه در خیابان 41 فیلم بسیار بسیار شریفی است و انشاءالله که از دیدنش لذت ببرم. و من هم خوشحالم که آقای فرهادی فیلم رو دوست داشتن. فیلم فروشنده آقای اصغر فرهادی جزء کاندیدای جایزه اسکار شده. اگه پیام تبریک برای ایشون دارین بفرمایید. تو این روزهایی که فکر میکنم الان اتفاقاتی که داره میفته در ارتباط با سیلی که در سیستان و بلوچستان آمده، ساختمان پلاسکو، آتش نشانها، تصادفات و همه این اتفاقات، بعضی وقتا فکر میکنی سرزمین داره نفرین میشه یا نفرین شده واقعا. همه این خبرهای خوش روزنه است برای اینکه کمی دلمون آروم بگیره و خوشحال باشیم که خدایا از این سرزمین روت رو بر نگردون. حتما میونه همه بدی ها خوبی هایی هم وجود داره. به نظر من این سرزمین و این خاک رو باید به خوب ها ببخشه خدا و امیدوارم که این اتفاقات کمتر و کمتر بشه. من تو دو تا فیلم دستیار اصغر فرهادی بودم، درباره لی و جدایی، خیلی از ایشون آموختم. به هر حال افتخار این مملکتم و من این افتخار رو داشتم که تو این دو تا فیلم در کنارشون باشم. خیلی خوشحالم از صمیم قلب، آرزو میکنم که این دو به جایزه را آقای فرهادی بگیره. امیدوارم که کینه هایی که بین هنرمندا هست، حسادت هایی هست، رفع بشه و اینطور نبینن. این صحبت هایی که بعضی موقع توی مطبوعات میشه، توی فضای مجازی میشه، بسیار به نظر من بده، یعنی برای یک هنرمند بده که صحبت های عجیب غریب میکنه. امیدوارم که سعی کنیم که با هم بیشتر دوست باشیم، در کنار هم باشیم و یاد بگیریم از موفقیت‌های همدیگه استفاده کنیم برای پیشرفت سینما ایران. برای کسی که کشته شده هم شعر دارین؟ خدا بیامرز کشتنش؟ بله، قاتلم فرار کرد. برو هر
هرچی از دهنت در میاد بهش بگو. هرچی فوش میدم. فوشت میدم بلکه حقته، بلکه بیشعور. نباید جون مردم بگیری، هرچی از دهنت در میاد بهشون بگی. عصبانی با همه دعوا داره. چه چه گونه کاری میکنی؟ چه گونه کاری؟ خجالت بکش. چه گونه فوش حقمو بدی برام. پرخاشگر شده، عصبانی شده. شما من نمیذین زندان ول نمیکنی تو. جهنم که بیفتی زندان. سنم دیگه حاضر نیست باباشو ببینه، میترسه ازش. به نظر شما موضوعات اجتماعی مثل خانی در خیمه 41 چقدر میتونه روی مردم تاثیرگذار بشه؟ ببین واقعیتش اینه که من تو این فیلم دارم یک حادثه ای که ممکنه که کسی تصورش نکنه که به وجود میاد، یعنی یک اتفاقی تو یک خانواده شریف و محترم میفته که ممکنه که برای بیننده یا برای خودمون یا برای دیگران موقعی که این فیلم می‌بینن تصور نشه که این اتفاق ممکنه که تو این خانواده میافتاده، ممکنه برای هر کسی بیفته. من تو این فیلم دارم هشدار میدم که شما هم که به عنوان بیننده دارین این فیلم رو می‌بینین، خدایی نکرده، خدایی نکرده اگه این اتفاق افتاد میتونین این رفتاری داشته باشین که این آدم‌ها و کاراکترهای فیلم دارن توش انجام میدن و امیدوارم که این اتفاق برای هیچ خانواده ای نیفته. سریال عاشقانه این روزها پخشش به تبلیغ افتاده و به خاطر یک سری ممیزیا، این به کار و حرفه هنری شما لطمی وارد نمی کنه تبلیغ پخش سریال عاشقانه؟ چرا، به هر حال این اتفاقات تحت شعاع قرار میده. به هر حال ما همه وقتمون رو، زمانمون رو، عمرمون رو میگذاریم و گروه تولید هزینه میکنن. این ماجرای ممیزی دیگه داره شبیه یک بیماری میشه، یه پیرامون این سینما و بخش هنری رو گرفته، چه بخش موسیقی که سلیقه‌ای ها ممکنه اعلام بکنن که یه خواننده‌ای که اسطوره است اجازه نداره صداش پخش بشه مثل آقای شجریان یا خیلی های دیگه. من این ممیزی و این سانسورها رو راستشو بخواین دیگه درکش نمی‌کنم، یعنی دیگه سخت، نه من، هیچ کس دیگه درک نمی‌کنه، چون شما دارین به مخاطب توهین می‌کنین. اگه جمله‌ای برای طرفدارای خودتون دارین بیان کنید و بیش از این وقتتون هم نمیگیریم. خواهش میکنم. حدود 20 اندی ساله که من دارم در این سینما کار میکنم. به عمرم رو، جوانیم رو گذاشتم، الان تقریبا میشه که به میان سالی رسیدم. خیلی خیلی خوشحالم که این سالها همراهانی داشتم که در همه شرایط، چه در زمان ناراحتی، چه خوشی، چه بالا، چه پایین، چه حتی اشتباهات من، همه رو با متانت به من پاسخ دادن، من رو نقد کردن. برای من نفس اونها یک نفس دوباره است برای قدم برداشتن. اومدم اینجا بهت بگم نزدیک بچه من نیم. یه پسرش از دست داده، نمیخواد اون یکی از دست بده. طبیعیه. پس وقتی که بچه‌ام بزرگ شد چجوری باید تو چشمش نگاه کنم؟ من از این حالتش میترسم. اونم گند میزنی تو. مثلا به کار دیگه ای بلند نیستی تو. مثلا به کار مردش رو ما رو تا ببرن. تو چه جهنمی گرفته شدی؟ سعید الان با عالم آدم دعوا داره. چرا عقب منو میکنی؟ مردش رو هم تا ببرن. اومدم پسرم رو تحویل بدم. چیکار کرده؟